تمام دیوارهای اتاق آقای دکتر مصدق قلوبش خورده بود، من میخورد و صدای موهی بود تا یکی از گلوله ها وارد اتاق شد. یه گلوله رسام و تانک میخوره گلوب. آقای دکتر مصدق حرکت نمیکن. آقای دکتر صدیقی بگید که آقای چیزه بدید بریم از اتاق بیرون. اینجا نه، تخت من از اینجا برد بدیم بزدیم. این ملت اونجا که پای شرافت به استقلال مملکت در میان باشد، مرگ را بر زندگانی آلوده مننگ و رسوایی ترجیح می دهد و به هیچ قیمت از ادامه نهضتی که اون را به بهای خون فرزندان خود خریده است باز نخواهد ایستاد. 28 مرداد ماه، سالگرد کودتای 28 مرداد سال 1332، روزی که مثلث شوم دربار و ارتجاع و استعمار دست در دست هم در یک کودتای ننگین به حکومت دکتر محمد مصدق، تنها حکومت ملی پس از مشروطه در ایران، پایان داد. دکتر مصدق پیشوای نهضت ضد استعماری مردم ایران، خود در آخرین بخش دفاعیاتش در بیدادگاه نظامی شاه درباره این کودتا و علت آن چنین گفت: تنها گناه من، گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیمترین امپراتوری جهان را از این مملکت برچیدم و پنجه در پنجه مخوفترین سازمان‌های استعماری و جاسوسی بین‌المللی درافکندم و به قیمت از بین رفتن خود و خانواده‌ام و به قیمت جان و عرض و مالم، خداوند مرا توفیق عطا کرد تا با همت و اراده مردم آزادی این مملکت بساط این دستگاه وحشت‌انگیز را درنوردم. من طی این همه فشار و ناملایمات، این همه تهدید و تضییقات، از علت اساسی و اصلی گرفتاری خود غافل نیستم و به خوبی می دانم که سرنوشت من باید مایه عبرت مردانی شود که ممکن است در آتیه در سراسر خاورمیانه در صدد گسیختن زنجیر بندگی و بردگی استعمار برآیند. دکتر مصدق سپس با خضوعی شایسته و بایسته رادمردی چون او در برابر ملت و تاریخ ایران افسوده بود: حیات و عرض و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سرفرازی میلیون ها ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آورده اند هیچ تأسف ندارم و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سرحد امکان انجام دادم.
من به حس و عیان می‌بینم که این نهال برومند در خلال تمام مشقت‌هایی که امروز گریبان همه را گرفته به ثمر رسیده است و خواهد رسید. عمر من و شما و هر کس چند سباهی دیر یا زود به پایان می‌رسد، ولی آنچه می‌ماند حیات و سرفرازی یک ملت مظلوم و ستم دیده است. پیشگاه نهضت ملی ایران با استفاده هوشیارانه از شرایط موجود بین‌المللی و داخلی، پرچم نهضت ملی شدن نفت رو در سطح سراسری برافراشت. اما افسوس که دولت مصدق دیری نپایید و در برابر کودتاچی‌ها بلا دفاع بود. بعد از اون که قوای مسلح ارتجاع و استعمار در کودتای 28 مرداد سال 1332 بر سرش ریختند، به تلخی بر این نکته انگشت گذاشت و گفت که این جانب قوایی در اختیار نداشتم. پیشوای نهضت ملی با این جمله کوتاه ولی بسیار پرمعنا بر مهمترین حلقه مفقوده جنبش‌های مغلوب ملت ایران در یک قرن اخیر، یعنی فقدان یک ارتش آزادی بخش ملی و میهنی، انگشت گذاشت. فرزندان عزیز وطن، با چشمان باز و دیدار مراقب سرنوشت خانه و امثال خود باشید تا مبادا تاریخ فردا از نسل امروز به زشتی یاد کند. دامن محبت را